به نام خدا، سلام بر شما. با برنامه نگرش خوش آمده. 14 روز از عملیات تصفیوی بغلان دندغوری میگذرد. اما مردم محل میگوید که نیروهای افغان پیشرفت تا آنچنانی نداشته است. اگر عملیات به میکندی پیش برود، مردم کابل شاید تا 3 ماه دیگر شاهد وصل شدن برق دوباره نخواهد بود. نماینده رئیس جمهور در حکومت داری خوب در تخار گفته است که اگر حکومت عملیات را در کندز، البته عملیات نظامی را در کندز را اندازی نکند، 4 ولایت شمال شرقی در بهار امسال با تهدیدهای شدید مواجه خواهد شد. و صدها تن از شهروندان کندز دست به مظاهره زدن و برای حکومت افغانستان 10 روز فرصت دادند که اگر توجه به امنیت این ولایت نشود، دست به قیام در مقابل حکومت محلی خواهد زد. پیرامون این موضوعات بحث داریم در برنامه امشب نگرش. من مصطفی فیضی هستم، مهمانان من در استودیو آقای محمد ناطقی، آگاه سیاسی، با آقای برنا صالحی، آگاه سیاسی، و قرار است تا لحظات بعد آقای عبدالقادر سازه وطن دوست، عضو مجلس نمایندگان، نیز در بحث با ما شرکت کنند. سلام مهمانان گرامی، برنامه ما خوش آمدید. آقای ناطقی، می‌خوایم بحث با شما آغاز کنیم. انگیزه های جنگ طالبان حالا دقیقا در بغلان کدام ها است؟ روی کدام انگیزه ها میخوان طالبان در بغلان جنگ به پیش بره؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. البته انگیزه خود یک چیز است. انگیزه های متفاوت رو ما در جنگ طالب نداریم. انگیزه از اونا یک چیز است و مثلا اینه که شاید دو تا انگیزه بنیادی در جنگ طالبان هست که این دو تا بخش الان یک مقدار متفاوت شد. انگیزه اول از اونایی بود که و این هست و شاید هم باشه، اون مسئله ای بود که خب ما نظام افغانستان را از بین میبریم و به جای از او یک امارت اسلامی خود مستقر میکنیم. بله. این در واقع انگیزه بگیم، آرمان بگیم، هدف بگیم، این در کل است. این در کل بود. حالا شاید تا حالا نمیدونم چقدر جدی هست نیست، ولی در حال حاضر شواهد نشان میده که طالبان از این بلند پروازی و از این رؤیا و از این تخیل شاید دست کشیده باشه، کم واقع بین باشه. پس اگر این مسئله درست باشه که هست تا یک حد بسیار زیادی، به خاطر از این که اصولا نه عوامل داخلی و درونی و شکستگی ها و ریزش های زیاد و به اصطلاح تشتت و پراکندگی که در بعد از مرگ ملا محمد عمر برای از اونا پیش آمده، خود از این دلیل بر این مسئله است که اینا برای رسیدن به این هدف این ظرفیت و این توانایی به این صلاحیت نداره. پس میمونه انگیزه دوم از اینا. انگیزه دوم از اینا به نظرم جدی هم هست. اون مسئله اینه که نشان بده بر این که ما در گفتگوهای صلح به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و دارای امتیازات هستیم. یعنی برای گرفتن امتیازات این جنگ میکنه. این همه خونریزی ها و اینا در واقع برای سقوط نظام نیست، که انگیزه اول خدمت شما عرض باشم که اون در توانش نیست و امکانم نداره. میمونم این همه جنگ ها و کشمکش حالا در بغلان سجای دیگه، در گفتگوهای صلح میتونه یک به اصطلاح نقطه قوت و به عنوان یک امتیاز برای از اونا باشه که این ما هستیم بالاخره در مذاکرات صلح، ما این امتیازات میخوام. جنگ طالب انگیزش رو شما سوال کردید، در حال حاضر به خاطر همین مسئله است که در گفتگوهای صلح یک امتیازات را به دست بگیره و به اصطلاح نقش داشته باشه اینا. ولی با همه این مسائل حالا باید این نکته را ما روش تاکید بکنیم که مذاکرات اینطوری بدون در و دروازه نیست. مذاکرات بدون معیار و بدون قاعده نمیتونه باشه. مذاکراتی که از جانب افغانستان مطرح است بر مبنای یک خطوط قرمز و بر مبنای یک اصول و ارزش‌ها و قواعد هست که ما حداقل 4 تا اصل اساسی و بنیادی را در گفتگوهای خود داریم. اما یک چیز دیگر هم باید آقای ناطقی در نظر داشته باشیم. حالا کشوری که به نیابت از طالبان در میز مذاکره با دولت افغانستان نشسته، نماینده اونها گفته که هیچ نوع پیش شرط باید برای مذاکره با مخالفان مسلح دولت افغانستان از طرف دولت افغانستان گذاشته نشود. نه، اون مسئله
دو رابطه نیست، هم طالب دیدگاه‌های داره و هم حکومت افغانستان. مذاکرات بدون قاعده نمیتونه باشه، مذاکرات بالاخره بر مبنای یک اصول هست و دیدگاه‌ها هست. ما در مذاکرات بودیم و در مذاکرات هفته جولای من خودم به عنوان عضو هیئت بودم و اونجا در مذاکرات بود. طالبان دیدگاه‌هایی دارن در مذاکرات بله. و حکومت افغانستان هم اصول و دیدگاه‌هایی دارن، منتها اونی که ما می‌خواهیم در جانب حکومت افغانستان که با عنوان خط قرمز هست و مسائل ما اون 4 تا مسئله اساسی هستن که هم پارلمان روش تاکید دارن، مردم افغانستان هم حکومت افغانستان. مسئله نظام سیاسی است. در مذاکرات شما نظام سیاسی رو به معامله نمیگیرین و مسئله دوم قانون اساسی است که این قانون رو بر نمیدارین که به جای زوی قانون دیگر. البته اصلاحات در قانون اساسی منطقی است و طبیعیه. و مسئله سوم هم ارزش های مدنی هست، حقوق زنان و مردان و اینا هستن. و مسئله چهارم مسئله آزادی بیان و دموکراسی و اینا هست. تشکر آقای ناطقی. آقای وطن‌دوست شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. آقای سالی، آیا دید و اراده واحد نزد مقامات ارشد حکومت وحدت ملی به خاطر تصفیه جنگ بغلان وجود دارد یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب وکیل صاحب و ناطقی صاحب سلام عرض میکنم. ببینین، ما تجربه 14 ساله ما میگه که جنگ در افغانستان به این زودی ها فروکش کردنی نیست، بخصوص بعد از خود قندوز به واسطه طالبا دیده میشه که طالب ها بیشتر تشویق به این شدن که جنگ را دامنش گسترده تر بکنن در مناطق مختلف از افغانستان و همونطور در جانب حکومت وحدت ملی، به خصوص بعد از به وجود آمدنش دیده میشه که در بحث مدیریت جنگ یک مقدار ما دچار تشتت و پراکندگی و بی‌انضباطی هستیم. بحث سرپرستی و گسترش جنگ به خاطر گرفتن امتیاز در میز مذاکره صلح است؟ ببینید، در این شکی نیست. هر گروهی که می جنگه بالاخره مقصدی داره. جنگ به خاطر جنگ نیست، جنگ به خاطر رسیدن به یک نتیجه است. طالب ها هم یکی از گروه هایی هستند که در افغانستان یک روز 95% خاکی کشور را در اختیار داشتن، امارات مربوط به خود را داشتن و اینها تقریبا نیروهای مخالف خود را در افغانستان در 5% خاک جمع کرده بودند. امروز دوباره آمدن تا اینها حداقل اگر به تنهایی نمیتونن حکومت را سقوط بدن که نمیتونن قطعا و هیچ فکر کردنش منطقی و عقلانی هم نیست، در بخشی از نظام سیاسی افغانستان اگر امکاناتش باشه اینا بتونن بیاین و با امتیاز بیشتر بیاین. بله آقای سالی، بازم بالای امون مشخص بالای اراده سیاسی نزد مقامات ارشد حکومت وحدت ملی بهم به خاطر ختم جنگ و بالاخره ولایت بغلان اراده واحد وجود دارد یا خیر؟ ببینید، من فکر میکنم اراده واحد برای جنگیدن در برابر طالبان وجود داره، اما برنامه واحد وجود نداره. ما در گفتگوهایی را که آقای عبدالله با مقامای هندی داشت و با رسانه ها داشت در هندوستان، ایشان گفتند که ما راهی جز گفتگو و مذاکره با مخالفین نداریم. بله. حتما باید با اونا گفتگو بکنیم. هرچند جنگ در حال حاضر جریان داره، اما نماینده خاص رئیس جمهور یا نماینده فوقلاده رئیس جمهور دیروز در صحبتایش در تخار میگفت که مذاکرات صلح یک زمانکشی و تلف کردن وقت چیزی بیشتر نیست. بله. این نباید ما را غافل بکند، دفاع از خود ما و همینطور جنگیدن در برابر طالب ها. بله. پس چطور حالا میتونیم بگوییم که اراده واحد وجود دارد؟ حالا رئیس اجرایی اگر حرف میزند و در مقابل حرف از طرف نماینده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب بالاخره نقد میشود یا رد میشود؟ ببینید، وقتی که رئیس اجرایی میگه که باید به صلح هم ما توجه داشته باشیم، معنایش این نیست که از جنگ دست بکشیم. یا وقتی به صراحت لهجه نماینده خاص رئیس جمهور میگه که جنگ با طالبان یک جنگ میهنی است، معنایش این است که اراده برای جنگیدن هست، اما برنامه از او یا دیدگاه از او نسبت به رئیس اجرایی متفاوت است. وقتی رئیس جمهور میگه که برای کسی که اخلال نظم و امنیت بکنه در کشور جایی نیست، معنایش این است که اراده برای جنگیدن پیش رئیس جمهور، شورای امنیت، همونطور جریان‌های سیاسی مخالف حکومت هم وجود داره. اما چگونگی روند جنگ یا دوام جنگ در برابر مخالفین از دید هر کدام
از مقامایی که در داخل حکومت و بیرون از حکومت هستند فرق میکنه و مشکل اساسی در حال حاضر برای مردم افغانستان مشکل دیدگاه های مقامای رهبری کننده دولت موجود افغانستان است. بله. دقیقا چی مشکل آفرینی میتوند داشت کند؟ حالا دیدگاه هر مقام متفاوت است نسبت به موضوعات در افغانستان. ببینید وقتی ما بحث نشستای چهار جانبه را با مقامای پاکستانی و ایالات متحده آمریکا و چین همونطور افغانستان می‌بینیم، اونجا باید یک دیدگاه از طرف افغانستان حاکم باشه که او دیدگاه صلح است با توجه به اینمو خطوط قرمزی را که آقای ناطقی یاد کردن. اما دیدگاه وقتی که میایم ببینید در اونجا اگر حاکم باشه، وقتی که داخل میایه و اجرایی میشه در بحث مذاکرات رو در رو با طالب ها، بازی دیدگاه های متفاوت خلل خود را در روند گفتگوها وارد میکنه. وقتی که این خلل وارد شد، طرف مقابل آماده نمیشه، به اعتماد نمیکنه برای گفتگوهای بیشتر به خاطر قطع جنگ، آتش بس و رسیدن به ثبات و استقرار در افغانستان. به اون نسبت است که من میگم اراده وجود داره، شکی نیست، اما دیدگاه های متفاوت کار را مشکل کرده و پیشرفت نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در سه نبرد کند کرده. تشکر آقای وطن دوست. بیاد داریم چند ماه پیش از امروز یکی از وزرای حکومت وحدت ملی دندغوری را در یک تفاهم‌نامه بالاخره به مردم محل که دقیقا از طرف مردم اونجا طالبان خوانده شد بر اونها سپرد. اما حالا 14 روز پیش از امروز عملیات تصفیه‌ای در دندغوری ولایت بغلان آغاز شده است. سوال میخوام این گونه مطرح کنم که در روز زمان حکومت افغانستان اشتباه کرده بود یا حالا که عملیات را راه اندازی کرده اشتباه کرده؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز تلویزیون آریانا و آریانا نیوز و دوستان عزیز ما شما. ببینین افغانستان جغرافیایی است که اقوام بسیار مختلف و فرهنگای بسیار مختلف دو زندگی میکنه. از رای تنها از رای جنگ اگر ما بخوایم که در افغانستان صلح و امنیت میاریم، اینا ممکن است، با خاطر که ما گفتم جغرافیایی است که اقوام مختلف، زبانهای مختلف، مذهبهای مختلف و حتی بعضی مسائل دیگه فرهنگی و یا هم است. وزیر سرحدات زمانی که با یک هیئت از طرف به حکم رئیس جمهور به بغلان به دندغوری رفته بود، اونا اونجا هدف رئیس جمهور در او وقت و یا هدف وزیر سرحدات همی بود که از رای جنگ پیش نره، بشینه امرای عموم مسفیدایی که طالبا را جای داده، بله، بیشینه با مو بزرگان قومی که با گفتم با زبانهای مختلف و فرهنگهای مختلف در هر ولایت افغانستان زندگی میکنه، اگر شوه که از طریق جنگ نه و از طریق صلح و از طریق مذاکرات و جرگه های قومی که ما از سابق در افغانستان تجاربش داریم، امکان داره که یار قناعت بده که دیگه طالبا را جای نتن و طالبا جنگ نکنن و از طریق جنگ پیش نبین که بغلان سقوط نتن و یا مردم عام ملکی ما شما را صدمه نرسانن. در اون زمان خوب بایدم است که در تالار دوستایی که از امو سمتا هستن نمایندگی میکنن از بغلان و قندوز و جایا، همی مذاکرات از یاره و نشست های از یاره و تفاهمنامه از یاره، یعنی تعریف دیگر رویش کردن که ولی اینا رفتن با طالبا دندی غرور برش سپرد و چی که تفاهم نکرد دیگه بغلان برش مسپاره یا دندی غرور. اما دقیقا واقعیت امر همین گونه نبود؟ حالا طالبان در بغلان یا در دندی غرور چگونه آمادگی های دارند در مقابل حکومت وحدت ملی؟ شاید سوالتان حل شد مکمل که مر اجازه بده. بفرمایید. در روز زمان نیت حکومت و نیت وزیر سرحدات به نظر ما تحلیل خودم است، یکی دوستا دیگه دوستا هر تحلیل میکنه، هر کس آزادی بیان از حقش داره. تحلیل ما این بود که حکومت ما، شورای امنیت ما و وزارت سرحدات ما در نیت از این نرفته بود که یک منطقه را و یا یک ولایت یا یک ولسوالی را به طالبا بده. این هرگز ما قبول کرده نمیتونم، تحلیل ما قبول کرده نمیتونم.
به نیت اینمی که ما گفتم اقوام مختلف است، زبانهای مختلف است، از اونجا شکایت آمده بود، یک قوم دیگه قوم آزار میداد، یک قومندان استاد میشد به نام یک قوم آزار میداد، بندی میکرد، اذیت میکرد، یعنی مسائل بود که وا رفتند اونجا گفتند که برادر چرا این کارا رو میکنه. اما یک چیز دیگر باید در نظر داشته باشیم که در این 14 سال گذشته دندغوری در بعض موارد یا در اکثر موارد بر نیروهای امنیتی افغانستان مشکل ساز بوده. خب تنها دندغوری نه، امیال ده هلمن خی چی گپ است؟ در اونجا خو تفاهم نامه هم نشده بود. چرا ده هلمن جنگ است؟ چرا در در نگرهار جنگ است؟ در ولسوالی چین بیا چرا مشخص در اون زمان حکومت افغانستان اشتباه کرده بود یا حالا عملیات تصفیه را راه انداخته؟ بعد از اینکه وزیر سرحدات هم دل زده شد، دل سرد شد و حکومت هم فهمید که ولا نه این کار به ما مردم افغانستان اجازه نمیده، یا مردم افغانستان یا مردم همو سمت که در اونجا نمایندگی از وام میکنه بله. اجازه نمیتن. فکر میکنم که از این دست از این کار دست برداشتن. ولی گزارش های کنون هم وجود دارد که ما پلان از یایی وزیر سرحدات تا کنون هم برای موضع قبلی خود استاده است. خب او خو عالم میگه و ما هم عالم میگم. ما هم حالا میگم که با جنگ ما افغانستان صلح آورده نمیتانیم. بیاین در هر قومی که جنگ از بریم به نزدیکش بریم کتش بشینیم، اگر حکومت هستیم، اگر وکیل هستیم، اگر جامعه مدنی هستیم، کتش گپ بزنیم و یک راه حل برش پیدا کنیم. بله. ای رو خب او میگم، من میگم و شاید دیگه دوستای ما میگه پا بزنه. ای که حال جنگ است و دوباره در دندغوری جنگ شروع شد، اینمیست که دمو وقت وزیر سرحدات چیغ میزد که ما این تفاهم نامه را به خاطر از این نکردیم که اگر تو جنگ هم میکنی ما قطع جنگ نمیکنم. یادتان است؟ اما دقیقا یکی از مواد حالا از حالا که وا تفاهم نامه را شکستاندن، فرض کنین هم تفاهم نامه که جنگ نمیکنیم. بله. صحیح؟ جنگ نمیکنیم، طالب جای نمیدیم. اون ما که او طرف که تفاهم نامه را قبول نکرد، یعنی سران قومی را گپش قبول نکرد، از حکومت قبول نکرد، حالا خواهمی حکومت می جنگه اونه. همون گفت وزیر سرحدات شد که اگر جنگ اگر این نکردن اطمینان را نداره که باز ما جنگ نمیکنیم. اما اون عملا جنگ روانه، ای که پیشروی کرده نمیتانه. ایره با سرزی یک بحث دیگه است که از ما سوال کنین برتان گفته میتانم که چرا پیشروی کرده نمیتانه. فرصت تحلیلگران میگن که امون فرصت چند ماه همین گونه باعث زمی شد که بالاخره پال نیروهای امنیتی افغانستان نمیتونه پیشروی کنه. اونجا ماین فرش شده، دخن موازی بسیار قوی و بالاخره عمیق را طالبان حفر کردن. ماین شما اگر از نیروهای امنیتی پرسان کنین، ماین در امی چند روزی که جنگ است، می دو سه چهار هفته که جنگ است ماین فرش کردن. پیش از این نبود، پیش از این ماین نبود. پیش از این اگر ماین می بود خیچه تو می رفتن این مردم رفت آمد میکردن. از کدام را می رفتن این مردمی که دمی شش ماه رفت آمد داشتن و یا بلد. مثلا پای برقی که اونا مثلا حالا موازه امکان دارد که با اون افره که شده و اون استحکامیت که حالا دارد در سه یا چهار روز ایجاد شود، که تا گزارش های وجود دارد که توپای دی سی نیروهای امنیتی افغانستان در اونجا بالای اون موازه کار نمی کند. ببینین ما بر تنها سر بغلان ما نمیگم که تنها در بغلان، ما باز بر تان میگم ایتو موازی در ولایت های دیگه همیال ایجاد شده که اصلا سر بغلان فکرم نکنی. امی یک چند روز پیش یکی از دوستا، یکی از وکیل صاحبا از خود زنگ زدن که یکی از ولسوالی ها را گفت که دونمون جمعیال درگر طالب آمده میره موازی جور کرده میره. این تنها موضوع بغلان نیست. حکومت فرصت برشان میده؟ نه، حکومت اگر فرصت از لحاظ ظرفیتشان بله فرصت از برزوا، چون ظرفیت از ایره نداره که در هر ولسوالی و در هر قریه و در هر جای عسکر استاد کنه یا ملی اردو رو ببره یا پلیس رو ببره یا امنیت ملی رو ببره که اینا پیشگیری شه بکنه، و یا اگر تجهیز و تمویل هم نیستن که این کار کرده بتانن. متاسفانه ای از مو دوستای بین المللی ما امی کار شده در 13 سال که نخواستن که ما قدر تمویل و تجهیز شویم که در هر ولسوالی و در هر قریه خود ما امنیت خود آورده بتانیم. تشکر آقای ناطقی. دو تا سوال. اولی که در حکومت دیدگاه واحد حاکم است اما برنامه واحد حاکم نیست. سوال دومی که ظرفیت در حکومت یا در نیروهای امنیتی افغانستان وجود ندارد که بالاخره در تمام مناطق افغانستان جلو گسترش یا بالاخره حفر نمودن موازی بزرگ طالبان را بگیرد. در مورد از بحث دوم شروع میکنیم. در مورد مسئله جنگ و اینا و مشخصا مثال بغلان و دندغوری و دند شهاب الدین اینا را آوردیم که بعد در وقتی قندوز هم سقوط کرده بود
یکی از جاهایی که بسیار مشکل ساز شده مسئله دند شهاب الدین بود و دند غوری بود که نیروها رو نمیگذاشتن بره به کمک هیچ. واقعیت مسئله اینه که حالا چی عمدن و چی سهوان، ما اگر بیایم با کسانی که مصمم برای جنگ و این همه سنگرها و استحکاماتی که حالا در خوست و در دند غوری و دند شهاب الدین یا هر جای دیگه میسازه، معنیش اینه که اونا مصمم برای جنگ، یعنی برای از این نیامده بودن که با مردم محل اونجا زندگی بکنه و به یک صلح و صفا باشه. و این همه استحکاماتی که شما گفتین الا حتی بمب هم تاثیر نمیذاره، معنیش اینه که اینا مصمم برای جنگ. بنابر این معامله و مصالحه، مصالحه و معامله محلی و منطقه‌ای یکی از اشتباهات استراتژیک است و این کار نباید بکنیم. اگر کسی عمدن الا عرض بکنیم استراتژیک بله. و چی عمدی باشه چی سهمی باشه، ما مذاکره باید بکنیم با طالبان و این مسئله باید به صورت اساسی حل شه، به صورت کلیتش حل شه. یا اگر بناشونه که ما در 34 ولایت در هر ولایت بریم تفاهم کنیم و کسانی که با ما مصمم برای جنگ، اونایی که صلح میکنه خونه صلح میکنه دیگه، سنگر ده کار نداره دیگه. خیلی از طالبا هستن و از رهبران عمده و شناخته شدهش هستن که واقعا نمیخوای جنگ کنه، الان هست در کجا سنگر جور کرده اونا، شاید خانش به اندازه خانش ما مالان وقدر سنگ بندی یا ستون کاری نباشه. اینایی که سنگر جور میکنه اینا میجنگه و الان ما شنیدیم در دندغوری در دند شهاب الدین تعداد زیاد از خارجی هم در اونجا اومده. خب اینا برای چی؟ برای جنگ است. حالا من برای ما همین تفاهمنامه فرصت بوشتیم بالاخره عرض کردم. شما در 34 ولایت که در اونجا نیروهای جنگی، نیروها کسانی که آشتی ناپذیره در اونجا می جنگه و استحکامات اینا جور میکنه، بعد بیه با همه از اینا وارد یک معاملات محلی شوی اینا، پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما کل افغانستان یا یک بخش بزرگ افغانستان رو دادین به اونا دیگه. این درست نیست و اصلا نوع معامله و مصالحه به این صورت، به صورت محلی و به صورت ولایتیش کار درستی نیست. به نظر میگه اشتباست. حالا چی عمدن چی سهوان، ما نمیگیم آقای گلاب منگل آمده عمدن این کار کرده، شاید هم اشتباه کرده، شاید هم مردمی را به اصطلاح تشویق کردن ترغیب کرده، ولی در مجموع اصل معاملات محلی و مصالحات مصالحه محلی یک کار اشتباه است. ما طرفدار صلح هستیم، صلح هدف ماست، آرمان ماست و صلح و ثبات یکی از عمدترین وظایف و مسئولیت های حکومت ماست، مردم ماست. و این جنگ و انتحار رویش دشمن است، جنگ و انفجار و انتحار استراتژی دشمن است، صلح و ثبات و امنیت اینا استراتژی ملی است. ما طرفدار صلح هستیم، جنگ هم که الان اصلا این تحمیلی است. بنابراین در مورد سوال دوم شد، در مورد جنگ تحمیلی دفاع شما لازم داره. در این دفاع ما فکر میکنم هم مردم هم حکومت وحدت ملی نظر واحد متحد دارن. هیچ کسی در حکومت وحدت ملی نیامده که نه ما دفاع نمیکنیم. مثلا اراده واحد وجود دارد اما برنامه واحد وجود خب، ندارد. ما این قبول داریم، امکان داره که ما در قسمت مدیریت جنگ از ظرفیت ها و توانایی هایی که هستن استفاده نمیکنیم یا برنامه های ما دقیق و منظم نیست، ولی این به این معنا نیستن که اصولا در دفاع حکومت وحدت ملی یا مردم افغانستان دچار شک و تزلزل تردید باشه. در حال حاضر دو راه شما بیشتر ندارین در مسیر، یعنی مردم افغانستان در یک در دو راه، راه سوم هم نیست. جنگ است و صلح است. بنابراین در جنگ هم باید با وحدت و انسجام و وفاق ملی ما باید حرکت کنیم. حکومت و دولت باید یک دست یک پارچه باشه که هست. ما نمیگیم مالا در حال حاضر که مردم یک قسمتی از مردم بگه که بله ما مثلا دفاع نمیکنیم، اما دقیقاً ما بالاخره شاید ولی اگر در صلح عبدالله میگه که ما مصالحه میخواهیم، اما همون عرض کردم دو راه بیشتر، یک راه صلح و یک راه جنگ است. وقتی که مذاکرات صلح هست، همین مذاکرات دو به علاوه دو بله که مذاکرات چهار جانبه است که دور سوم میشه و دور چهارم میشه در 23 ماه فوریه به پایان میرسه و طرفین به یک جنبندی و یک نقشه را دست پیدا میکنه. با این همه موافقه، هم دکتر صاحب عبدالله موافقه، هم رئیس جمهور موافقه، همه مخالف. اما خاطری که هیئت هایشون رفتن، اما دقیقاً حالا نماینده کسی با این مخالف نیست. حکومت نماینده رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب میگه که فرصت کشی است. نه اجازه بدید، همون نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات نگفته که با مذاکرات چهار جانبه مخالف هستیم. دیروز دقیقا همین گونه تاکید کرد که خب اگر گفته فرصت کشی است. نه اگر گفته خب ما نشنیدیم، ولی در مجموع ما مذاکرات رو در رو با طالبان رو داشتیم
در ماه جولای که ما بودیم از یک موضع واحد رفتیم در مذاکرات. تیم حکومت افغانستان یک تیم بود که هم رئیس جمهوری را حمایت کردند. رفتیم با ایشان صحبت کردیم و هم رئیس اجرائیه گفتن که برین مذاکره کنید، مذاکره مستقیم رو در رو شفاف با طالبان. یعنی حالا برنامه واحد و اراده واحد وجود دارد. ها ببینید، ما اشکالات رو باید قبول بکنیم، ولی در این مسئله که جنگ را اگر شما تعریف بکنید که یک مسئله تحمیلی است و جنگ بر شما تحمیل شده و دشمنان مردم افغانستان جنگ را بر شما تحمیل کرده، انفجار و انتحار و اینا را بر شما تحمیل کرده، این وظیفه ملی است و هیچ کسی هم نمیتونه بگه که ما مخالف دفاع هستیم. و اگر کسی هم بگه باید شک بکنیم در او که چه رقم آدمه که در دفاع از خود چیه؟ مثلا عزم نداره یا اراده نداره. بنابراین در دفاع دفاع در برابر یک جنگ تحمیلی و در برابر یک استراتژی جنگی وظیفه ملی است. بنابراین در این قضیه وحدت نظر است. اما در قسمت برنامه ها و مدیریت جنگ اینا ضعف ها و کمبوت های هم هست. مثلا در حال حاضر ما تجهیزات و سازوبرک های لازمی شاید جنگی رو نداشته باشیم. در این قضیه متحدین ما هم اشکالات درش وارد است. تشکر. کسانی که ما را حمایت کردن و در این قضیه ما هنوز وزارت وزیر دفاع نداریم. این اشکال اینا واقعیت اینا نمیشه اینا چیم درست نداریم. سرپرست داریم و مسئله چیز رئیس ریاست امنیت ملی رو میگین و هم سرپرست است. تشکر آقای. ولی اینا در مرور زمان باید حل شد و حل هم باید میشه، چون ما معتقد هستیم که در دفاع از سرزمین، از استقلال و تمامیت ارضی، در دفاع در برابر تهاجم و جنگ تحمیلی مردم افغانستان و ملت و حکومت افغانستان در این یک سال هست. این مشکلات که حالا در برنامه ها بود تا چه اندازه حل شده؟ بخش زیادش حل شده. الان شما تقریبا سرپرست ها دیگه، یکی از مسائل این بود که ولایت های ما سرپرست به صورت سرپرست اداره نه در قبال صلح و جنگ افغانستان در برابر صلح و جنگ در ارتباط با صلح بهترین راه را حکومت وحدت ملی در پیش گرفته. ببینید صلح گرفته در دو بخش تقسیم کرده. بله. در دو فاز، در دو مرحله. مرحله اول تعهد چهار کشور است. البته اگر 5-6 تا میشد بهتر بود. چرا؟ به خاطر که 4-5 تا کشور، 4 تا کشور الان مشترکان و مشترکان یک نقشه راه را میسازه. فردا اگر شما آمدید رو خراب کردید باید هزینه شرم بپردازید. این به نفع افغانستان است. و در مسئله جنگ هم اینطوری من فکر میکنم یک وحدت نظر و یک اجماع ملی هست. اما میگن باید دفاع بکنیم از خود. ولی آقای مشاور رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب میگه که فرصت کشی است این گفتگوها. یا وقت کشیست در مسئله صلح گفتم. بله تشکر. بیننده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه داره. بعد ادامه برنامه نگرش خوش آمده. آقای صالحی، حالا بر موضوع کندوز بیایم. دقیقاً نماینده حکومتداری خوب، نماینده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب دیروز در تخار گفت که اگر حکومت افغانستان عملیات نظامی را در کندوز راه اندازی نکند، 4 ولایت شمال شرقی افغانستان با تهدید شدید مواجه میشن. هرگاه حکومت افغانستان این تهدید میداند، پس چرا اقدام نمیکند؟ ببینید، در این شک نیست، غیر از اینکه اونا بگوین نگوین، کل مردم افغانستان میفهمند که تهدید بسیار جدی امنیتی در تمام افغانستان به خصوص در ولایات شمال شرق افغانستان بعد از سقوط قندز وجود داره و امکان از این میره که اگر دولت بی‌توجهی بکنه در بهار سال 95 یا در جریان سال آینده ما دچار چالش‌های بسیار جدی امنیتی در ولایات شمال شرق افغانستان همونطور که گفتن بدخشان و تخار و قندز و بغلان باشیم. اما مشکل بسیار اساسی پیش مردم ما در بحث جنگ و صلح دو تاست. یک مشکل در سطح داخل ای است که حالا به هر شکلی که زازای سبا مشاهره کردن اقوام مختلف در یک کشور زندگی میکنن، کوشش میکنه یک تعداد هم بحث جنگ در افغانستان قومی بکنه، هم بحث صلح در افغانستان قومی بکنه، هم بحث دیورن قومی بکنه، هم بحث روابط و مشکلات با پاکستان. این یک تعداد آیا در حکومت یا در نظام وجود دارد یا بیرون از بجامه؟ این تأثیراتش روی حکومت هم وارد کرده و روی رهبران سیاسی هم در افغانستان وارد کرده. به همون خاطر است که تصمیم بسیار قاطع و جدی دولت در ولایاتی که این مشکل وجود داره را گرفته نمیتونه. به طور مثال در قندوز امروز یک والی رفتن. بله. حداقل کار خوبی که شده امی ولایت از بلا تکلیفی سرپرستی خلاص شد یک بار. ولی ما عکس العمل های منفی بسیاری را داشتیم
از طرف هایی که در داخل از ولایت سابقه رقابت با همی فرد یا با قوم متعلق ای متعلق به هم قوم است داشتن. ای اگر در بحث صلح هم گام برداره آینده برش مشکل خلق میکنه، در بحث جنگ هم اگر پس حالا میتونیم بگویم که حکومت مرکزی در حکومتداری محلی اینجا مشکل دارد و ضعیف عمل میکند؟ حکومت نه تنها در بحث حکومتداری محلی مشکل دارد، بلکه در بحث حکومتداری مرکزی هم مشکل بسیار جدی دارد. وقتی که شما از ده یک هفته میبینین چند بار رئیس جمهور رئیس اجرایی با هم تفاوت نظر دارن، باز چند روز بعد دیگه توافق نظر پیدا میکنن، ای تا پایان و در لایه های پایان حکومتداری تاثیرات منفی خودش وارد میکنن. یک مسئله است. موضوع دوم که پیشتر میخواستم عرض بکنم که ای از ما اگر فکر بکنیم جنگ در دندغوری و جنگ در قندوز و جنگ در بدخشان و هلمند و اینا تنها جنگ داخلی برای افغان ها فیم و بین افغان هاست، این اشتباهی بسیار کلان است. من اطلاعاتی داشتم امروز که خب او چقدر ثقت داره یا نداره که یک بخش کلانی از طالبان را حالا روس ها تمویل و تجهیز میکنن به خاطر جنگ نیابتی که فکر میکنن حتما از جغرافی های افغانستان به طرف شان آمده نیست. بله. یا ایالات متحده امریکا من حیث حامی نیروهای امنیتی افغانستان بارها به شکل عمل کرده که دید مردم نسبت به خودش یک دید منفی ساخته که گویا خود امریکایی ها در تلاش ای هستند که مسائل چون بردن طالبا به سمت شمال شمال شرق افغانستان را دامن میزنند. بله. و ای را به مقصد امو منافع استراتژی که خودشان راندن بنیانگرایی به سمت تا آسیای میانه میدانند. این مشکلاتی که در بحث مفهومی جنگ وجود داره با مشکلاتی که در بحث حکومتداری و مدیریت جنگ ما بعد از به وجود آمدن حکومت وحدت ملی داره، متاسفانه نه رئیس جمهور نه رئیس اجرایی و نه هیچ کس دیگه ای را نمیگذاره که تصمیم بسیار روشن قاطع و جدی بگیره، به خاطر از این که میترسن از این اگر به صورت بسیار جدی یک تصمیم را اینا بگیرن شاید در اون منطقه که شکاف‌های قومی و تضادهای طبقاتی و فرهنگی و اینا وجود داره یک آدرس دیگه متضرر شود. این مسئله در بحث هم قندوز هم بغلان صدق میکنه و من فکر میکنم حد اعلای استفاده را طالب‌ها در دندغوری و دند شهاب الدین و بخصوص در ولایت بغلان از اینمی نفیسه اجتماعی فیما بین مردم افغانستان بردن. تشکر. آقای زاده، تعداد زیادی از مردم قندوز دیروز مظاهره کردند. در مظاهره خود میگفتند که پس از سقوط یا در این 14 سال قندوز به جزیره وحشت مبدل شده است و اکنون هم مرکز ولایت قندوز محاصره است توسط طالبان. هرگاه چنین است، پس چرا دولت افغانستان اقدام جدی نمی کند و این ولایت را از جزیره وحشت بیرون نمی سازد؟ در اینجا دو موضوع مطرح است. یکی امو شک های مردم افغانستان و تحلیل های بعضی سیاسون نشان میده که اونا میگن که خدا نخواسته خود نیروهای خارجی و پالویش در حکومت بعضی حلقات میخواید که در بهار سال آینده 3-4 ولایتی که در مو سمت است وارد تسلیم طالبان میکنه. و یا این تحلیل ها است، تحلیل های مردم افغانستان است. ای که واقعیت به سوال است. شما تحلیل در درجه تحلیل است. ده. یعنی معلومات دقیقی را ما نداریم که ما بگیم مطمئنی درست است. تحلیل مردم افغانستان خصوصا سیاسو نمی است که شاید به این رقم یک گپ باشه. دقیقا عمل نکردن حکومت مرکزی باز تحلیل تا اندازه سقه نمی سازد؟ تحلیل خود ما ای است، تحلیل خود ما ای است، از ما پرسان کردین که چرا اینا عملیات اقدام نمی کنند. تحلیل خود ما ای است که اینا امکانات ندارن، تجهیزات ندارن. ما نام نمی برم چون از یکی از ارگانهای امنیتی بزرگایشان بود که برای ما از پیششان می سوال کردم، برم گفتن که شما باور بکنین که ما در دیپوهای وزارت دفاع و وزارت داخله میگردم، جایی که مرمی کنه سلاح کنه کل شروان کردم، دیگه چیز نمانده به من. یعنی در این 14 سال ایرای امنیتی افغانستان که چیز نشد ما میره میگم. و در پالیش گپ دیگه ایره زد که اگر همزمان در افغانستان در 5-6 ولایت امی رقم حملات سر ما شوه ما برش تجهیزات رسانده نمیتانیم. متاسفانه
تحلیل خود مامی است که اینا که حالا حمله نمی کنند در قندوز فعلا تحلیل مایی است، تحلیل مردم دیگه گفتم اول که او است که میخواد ولایت‌ها را تقسیم کنه، که اینا امکانات و تجهیزات ندارن و نمیتونن که جایی را که طالبا گرفته و یا ماسره از قندوز و آل بغلان و هلمند اینا بتونن که اونجا پس حمله بکنن و او جایی را بگیرن. و موضوع سومش که بسیار موضوعی است که من خودم سند دارم و خبر دارم، او را میتونم آزاد بگویم برای جمهور کشور اگر میشنوه یا حامیانش، حتما میشنم. جاهایی که قماندانای ورزیده ما بود، قماندانای ورزیده ما بود، مثلا قماندان کل اردوی سمتی که هلمند و قندار و زابل یا مربوطش میشد اینا بود، و اونا را عمدن و قصدن از اونجا دور کردن. کسایی بودن که در جنگ نام داره، کسایی است که ضد نیروهای پاکستانی، زیر پاکستان است و ضد طالب است و آدم هستند که جنگی و همه تو میدوان رو برو جنگ میکنند. ظرفیتی که در تقررهای فعلی میشه متاسفانه در دو وزارت برتان بگویم یا در سه سکتور برتان بگویم، ظرفیت هایی که حال تقرری های نو حاصل پیدا میکنه و از طرف رئیس جمهوری ما و از طرف رهبر که بر خود میگن اینا نو تقرر پیدا میکنن، متاسفانه 100 درجه پایین تر از اون ظرفیت هایی است که تیار در اونجا یا مقرر بودن و یا در احتیاط ششتن افسرهای که در احتیاط ششتن. بله، از المن یاد کردید، یک افسر کارکشته سابقه اونجا رفته. بله. همکار شما قهرمان. قهرمان اون ظرفیت حال نداره؟ نه خیر، قهرمان کسی است که ما برش بسیار احترامم دارم. قهرمان کسی است که در وقتی که این قهرمان بود در اون وقت یک نظام بسیار قوی داشتیم. بله. در اون وقت ما به صدها طیارهای جنگی داشتیم، به صدها هلیکوپتر داشتیم، به صدها تانک و توپ داشتیم. در اون وقت قهرمان بود. مال برش میگم که یعنی نام قهرمانتم شاید خراب کنی که رفتی. تشکر. بسیار سهو کلان کرده، متاسفانه که حال رفته. با خاطر ازی که من خبر دارم که مرمی کنه تو بر تو نمیرسه، دیگر از پس آمدی شاید میز بگی که بیادر من خو رفتم اگر مرمی نبود. تشکر. به او خاطر سه علت را که من حال تحلیل کردم، خصوصا نمی علت تقریری ها بیخی یک چیزی است که واقعیت است. افسرای بسیار ورزیده ما امیال در احتیاط است. بله. جنگ کسایی هستند که دمی 13 سال جنگیدن و دمی پیش از اون جنگیدن علی روسا هم جنگیدن یا علی دیگر دشمن هم جنگیدن، مگر ما حالی در احتیاط است. تشکر. و دمون 50-50 که میگه 50-50%، متاسفانه احمد و محمود بین خود تقسیم کرده روان کردن برو جنگ کنه و اونجا جنگ نمیکنه، قرار در قل اردو شیشته یا در قماندانی شیشته. شما دیدین، شاهدش بودین که قماندانی را اعلام کرده دست طرف روس. تشکر آقای ناطقی. واقعا امکانات وجود ندارد، واقعا مرمی کنه حالا فرستاده میشد و هیچ وسایلی وجود ندارد که حالا برند در قندوز عملیات را راه اندازی کند، با توجه به این مسئله که مردم قندوز تهدید کرد حکومت را که اگر عملیات را راه اندازی نکنیم ما در مقابل حکومت محلی قیام میکنیم و بالاخره خود ما حق خود از حکومت محلی میگیریم. البته چون ما آدم نظامی و امنیتی نیستم، اطلاعاتی اونچنانی ندارم برای اینکه بگیم مثلا ما مرمی نداریم یا با مرمی کنه می جنگیم یا چیز نداریم، ولی در مجموع در یک جنبندی که ما از مسائل امنیتی داریم اینا، علی رغم مشکلات و دشواری هایی که وجود داره اینا، ما میتونیم با صراحت بگیم که کاری که طالبان در پیش گرفتن و کارهایی که اونا انجام میده تهدیدی برای نظام افغانستان نیست. البته این به صورت موردی امکان داره در جاهای اینا مشکل ایجاد بکنه که او طبیعی است، ولی اینکه اونا به اون اهدافی که قبلا اعلام کرده بود که ما حکومت افغانستان چپم میکنیم اینا جمله محالات هست. ولی در ارتباط با مشکلاتی که پیش میاد در هلمند، در سنگین مثلا، بله، یا در حال حاضر در دند غوری و دند شهاب الدین داریم یا در قندوز داریم یا در جاهای دیگه داریم، این موردی مشکلاتی که به صورت موردی هستن حکومت باید این مسئله رو حل بکنه و اگر بخواه، اگر همین مدیریت که پیشتر شما اشاره کردین از اون ظرفیت ها و توانایی هایی که دارن میتونه این مشکلات موردی رو اینا رو حل بکنه. آقای اجازه اشاره کردن، دقیقا گفتن از افسران کارکشته را
سوق دادن با احتیاط مسائل میشه شامل و افراد کم ظرفیت بردن در جبهه جنگ. ظرفیت که میگیم معنیش اینه که ظرفیت ها رو بالا ببرن، مدیریت رو منظم و دقیق بکنن و از طرف دیگه هم این مسئله رو ما خدمت شما اعلام میکنیم که جامعه جهانی و مخصوصا آمریکایی‌ها اینا هم به هیچ وجه من الوجه حاضر نیست برای اینکه افغانستان دو دسته تسلیم چی شود، یعنی سقوط بکنه یا جب. اونا هم مصمم برای اینکه الان هم در حال حاضر میبینیم بسیار نیروی زیاد را بردن در هلمند و حتی در جنگ قندوز هم عملا سهم گرفت اینا، منتها این مسئله رو ما باید حل بکنیم برای اینکه تا ابد نیروهای بین المللی با ما نیست. یعنی خود مردم افغانستان و خود حکومت افغانستان مسئولیت خیلی سنگینی داره، از این ظرفیت ها و توانایی هایی که هستن اینا کمک بگیره و نیروهای بین المللی به عنوان یک مومین، به عنوان یک کسی که در چارچوب اون تعهدات که به مردم افغانستان داره، همین خانش آباد که در روز 12 میلیون دلار میگه ما به نیروهای امنیتی میدیم، پول از کجا میکنیم؟ تشکر آقای نوتقی، پول چی ده؟ بنابراین باید ما با نیروهای بین المللی، با متحدین خود صادق باشیم، همکار باشیم، کاری که در 13 سال نشد. یعنی در 13 سال ما با اونا اصلا درگیر بودیم دیگه، همکاری نداشتیم. بنابراین از کمک هایی که اونا میکنه، تعهداتی که اونا میکنه، حد اعظم استفاده رو بکنیم. وطن ما، سرزمین ماست و مسئولیت ماست که از خود دفاع بکنیم. از آقای ناطقی، بازم به خواست مظاهره کنندگان و شعار مظاهره کنندگان در ما 100 درصد تایید میکنیم. در کندوز به اونها یک شعار دیگه هم داشتن، میگفتن که آیا دولت مردان و حکومت مردان افغانستان چشم و گوش دارد؟ چه وضعیت اونها را بالاخره ببینید. به هر حال ما این شعارهایی که مردم مطرح کردن ما خواندم کاملا بر حق است و حکومت ما با عنوان یک حکومت منتخب مشروع و الان که وحدت ملی هم هست که الگو شده برای دیگرا، حالا سوریه هم میخواد وحدت ملی جور کنه، یمن و لیبیا و همه، این حکومت وحدت ملی باید به مطالبات و خواسته های مردم تشکر. حالا چی امنیتی، چی اقتصادی، چی باید برسه و از طرف هم با متحدین بین المللی خود درگیر نشه، کاری که ما در 13 سال با اونا همکاری نداشتیم. آقای ناطقی، آقای صالحی، حکومت چشم و گوش دارد که خواست مردم کندوز را بشنود؟ ببینید، من قبل از اینکه اگر اجازه بدین به این جواب سوال شما وارد شوم، یک مسئله را خدمت شما عرض میکنم. من حرفای جناب وکیل سه تایید میکنم که امکانات نیروهای نظامی و دفاعی ما ندارن یا کم دارن، در این شکی نیست، ولی من میخواییم بگوییم که هر چقدر امکانات نیروهای ما کمتر باشد، در برابر امکانات دشمن چند بیشتر است، در این شکی نیست. طالب ها بیشتر وسایطی را که گرفتن از نیروهای امنیتی گرفتن، سلاح و مهماتی را که در بسیار جاها به دست آوردن از پیش نیروهای امنیتی آوردن. من تا مشکل اساسی ما چی است؟ در ارگان های امنیتی یکی بخش مسئله اینمی مقرری هایی که به صورت غیر عادلانه شده، همونطور که قبلا مکیل سیب اشاره کردن، و از طرف دیگه یک توزیع نادلانه امکانات در وزارت دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی متاسفانه وجود داره. به طور مثال شما یک کسی که در کابل نشسته و هیچ کاری به مسئله جنگ و رفتن به جبهه نداره، و چکر پغمانش میتونه چند تا موتر رنجر پلیس یا اردو رو ببره، این تیلش چقدر مصرف میشه و تعدادی که امرای از این طرف میگردن یا مصارف دیگه ای که وزارت دفاع به جیب این آقایون میریزه، اگر اینا در جهت مثبتش در جبهه جنگ به مصرف برسه، ما چرا امکانات نداره؟ وقتی که 12 میلیون روزانه داده میشه، این امکانات بسیار سرسام‌آور است به نظر ما، به 150,000 نیرویی که در وزارت دفاع ما داریم. بنابراین بحث نداشتن امکانات به نظر من یک مسئله که توجیه پذیر باشه نیست، حداقل در برابر نیروی مخالفی که ما در برابرش می جنگیم. شما ببینید در دند غوری، دند شهابالدین یا قندوز، طالب از کجا امکانات برای خودش میاره؟ حالا مشخص مهمات از کجا برای خودش میاره؟ ولی ما که تمام راه برای ما باز است، امکانات ما کم است یا از اونا؟ حالا مشخص حکومت چشم و گوش دارد که بالاخره در این شک نیست که حکومت تمام قضایایی که در افغانستان میگذره را میبینه و به درستی لمس میکنه، اما ای که نمیتونه کار انجام بده، نمیتونه یا نمیخواد. ببینید، در ساحات شاید نخواهد، ولی در ساحات بسیار نمیتونه. به طور مثال اگر حکومت بتانه، ما در طول یک سال که گذشت، همین سال
سال 2015 برای ما یا سال 1394 یکی از خونین ترین سالهایی بود که بیشترین جغرافیا را ما به دشمن دادیم. معنایش این نبود که ما نمیخواهیم که در اون جغرافیا خود ما باشیم، نتوانستیم در اونجا باشیم و متاسفانه با اینمی سازوکارهایی که در حال حاضر وجود داره سال آینده به مراتب من فکر میکنم وضعیت ناتخیص. میگن که نظام سقوط نمیکنه، درست است نظام سقوط نمیکنه، ولی که نظام بر مردم کاری کردن نمیتونه. طالب در هر نقطه از افغانستان هر کاری که دلش میشه انجام میده، در اینجا ناکامی از آن کی میشه؟ ناکامی از آن حکومت وحدت ملی است که حالا در سوریه و در جای دیگه هم و قفلاخهای ناطقی از او الگو برداری میکنن. تشکر آقای افزازه. حالا بر تهدیدی که مردم کندز حکومت محلی را کردن، گفته که اگر در 10 روز حکومت مرکزی اقدام نکند به خاطر تامین صلح و امنیت در اونجا، ما بالاخره در مقابل حکومت محلی قیام خواهیم کرد. قیام نمودن حکومت بالاخره مردم کندز در مقابل حکومت محلی چه پیامدهایی را میتواند برای مردم اون محل و برای حکومت مرکزی داشته باشد؟ خب شاید از احساساتشان باشه، بیچاره بسیار دردیدن، رنج میبره، همیال هم در جنگ هستن، راههایشان بند است، دوستای نزدیک خود از دست دادن و ای که باز در مقابل حکومت استاد میشن، بازی مانا که یک چانس دیگه به طالبان میده یا برای مطالبه که اونا از پیششان میترسن یا اونا را آزار دادن و یا مردم عام از بین بردن، اذیت کردن. من فکر میکنم که یک گپ احساساتی باشه و سر حکومت یک فشار مدنی را آورده باشن که حکومت مجبور بساسه که در اونجا یک کار بکنن و اگر احیانا خدا نخواست امی کار شوه، هیر ما به نفع طالبا میدانم. باز بسیار امکان داره که طالب همیالم که 2 کیلومتر دور از شار است به گفته خود مردم قندوز، شاید امی 2 کیلومتر هم پس بگیرن، پس قندوز سکوت بکنه. خواهش میکنم از احساسات کار نکنن، سر حکومت فشار بیارن. ما هستیم، ما مون صدایشان رو میکشیم، فشار میاریم، مگر هم برای به این راههایی که نام میگن به اون راه ها نمیشه. من یک موضوع دیگر هم میخوام یادآوری کنم. امی ما سنجش 12 میلیون دلار کردم، امی عالم رای خود که ناطقی صاحب گفت و حتمر صاحب در پارلمان با ما گفت که حداقل امریکایی ها 12 میلیون دلار با ما میده و ما میگیم که 12 میلیون دلار راستیم روزانه میده. مگر این سنجش یا پیش از اینکه براین این سنجش یا کرده بودن؟ اگر باید داشته باشین جامعه جهانی یا ناتو 2 سال پیش امی سنجش کرده بود که سالانه اینقدر مصرف داره نیروهای امنیتی افغانستان. در اون وقت جنگی که ما امروز داریم او جنگ ما نداشتیم. یعنی حالا شما اشاره میکنید که 12 میلیون دلار بله برای یک روز نیروهای امنیتی افغانستان کافی نیست. من میگم که امکانات و یا تجهیزات کم است، به خاطر این من نمیگم که خدا نخواسته روحیه خود در مقابل طالبان ضعیف بسازم. ما با یک تفنگ شلخی در پشتو برش میگم میتونم بجنگم علی دشمن خود و جنگیده می افتخار دارم و عسکر ما مال بسیار با امکانات ناچیز میجنگه با ماش کم. این غیرت ما شما داریم، مگر هم واقعیت برای مردم افغانستان باید بگیم و برای حکومت بگیم که 12 میلیون کم است، لابی کو برو برجبو که بیاد آمدی جغرافیا را از ما گرفتی، در جغرافیا ما هستی دیگه، اهداف داریم 12 میلیون 20 میلیون بساز، چون حالات جنگ فعلا تغییر کرده. حال جنگی که حال ما داریم 2 سال پیش نداشتیم، به خاطر بسیار کم است، ناچیز است امکانات ما. وطن دوست آقای سالی و آقای ناطقی از حضورتان در بحث ما بنده های عزیز تشکر از شما. تا برنامه بعد شما را بر لای پاکمان میگم.